درود بر شما سی و یکم اردی به 1395 20 خورشیدی و بیستم ماه می 2016 میلادی امشب در صفحه آخر با آقای دکتر شاهین دادخواه گفتگو میکنیم عضو تیم مذاکرات ای در دولت محمد خاتمی مشاور حسن روحانی در دوره که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود همکار پیشین بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عضو هیئت مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا، عراق و عضو هیئت مذاکرات ایران، آمریکا، افغانستان بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 آقای شاهین دادخواه از دی ماه 89 تا آذر ماه 94 به اتهام جاسوسی در اوین زندانی بود. در دوره ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد یه از کارشناس های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مسئلات نظام به اضافه چند نفری که قبلا با همین افراد در تیم مذاکرات هسته‌ای بودند و در مجامع دیپلماتیک دیگه همکاری میکردن در دوره‌ای که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود بازداشت میشن به عنوان جاسوس میفتن زندان یعنی دوره‌ای که جلیلی شده بود سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت محبوب رهبر حسین موسویان سفیر اسبق ایران در آلمان معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای در دوره اصلاحات معاون مرکز تحقیقات استراتژیک عضو مؤسسه حزب اعتدال و توسعه دهم ده اردیبهشت 86 به اتهام ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بازداشت شد بعد از هشت روز با وسیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد فروردین 1387 دادگاه انقلاب تهران آقای موسویان رو به اتهام اخلال در امنیت ملی به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاقل دولتی محکوم کرد باقر اسدی بازداشت در اسفند 91 بعد از سی سال کار در دستگاه دیپلماسی کشور یک سال زندان و بعد با قید وسیقه آزاد محمد حسین عادلی رئیس کل بانک مرکزی در سالهای 68 تا 73 سفیر سابق جمهوری اسلامی در انگلیس، ژاپن، کانادا معاون اقتصادی وزارت خارجه بازداشت کوتاه مدت و بازجویی مکرر در دوره اول احمدی نژاد علیرضا اکبری معاون وزارت دفاع در امور استراتژیک و روابط خارجی در دوره محمد خاتمی بازداشت و بازجویی های مکرر در دوره حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات رحمان قهرمانپور مدیر گروه مطالعات خلصلاح در مرکز تحقیقات استراتژیک بازداشت خورداد 90 یک سال انفرادی آزادی از اوین خورداد 93 مهداد سرجویی مسئول سایت مرکز تحقیقات استراتژیک مدیر سرویس سیاسی روزنامه های انگلیسی زبان تهران تایمز و ایران نیوز بازداشت ده نود آزادی از اوین ده نود فاطمه ساغرچی مدیر کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک ادیتور سایت جماران بعد از چند ماه بازجویی بازداشت در انفرادی 209 اوین آزاد و شاهین دادخواه 45 ساله متولد تبریز دوره دانشجوی کارشناسی رو در ایتالیا گذروندن ایشون لیسانس روابط بین الملل از دانشگاه ناپل ایتالیا گرفتن دکترای روابط بین الملل رو در مادرید اسپانیا از سال 1369 یعنی قاعدتا 19 ساله بودن که با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات کار با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رو در خارج از ایران شروع می‌کنن مدرک دکتراشون رو که می‌گیرن دوره علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی آقای دادخواه در ایران به عنوان مشاور عالی امنیت ملی شروع به کار میکنه موقعی که دی 89 بازداشت میشن ایشون به عنوان کارشناس خاورمیانه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام کار میکردن در خدمت آقای شاهین دادخواه هستیم. آقای دادخواه خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. منم سلام میکنم به شما و بینندگان محترم برنامتون آقای دادخواه شما به عنوان یک دیپلمات بلند پایه کارشناس ارشد امنیتی جمهوری اسلامی پنج سال زندان بودین یک سال و نیمشو در سلول انفرادی در همین نظام که 20 سال بهش خدمت کردین بدون ملاقات و خانواده بی خبر از شما و شما بی خبر از همه جا یک سال و نیم چرا؟ بازجوها کی بودن و چی میخواستن اون دوره؟ از کنم خدمت شما که بازداشت من طی پروسه انجام شد یعنی این بازداشت اول با دکتر موسویان در سال 86 شروع شد و در سال 89 بازداشت من رو رقم زدم بعد از بتا پیش شما اعلام کردیم بعد از من آقای دکتر قهرمانپور بودن آقای مهدار سیجوی بودن و افرادی که در این برنامه ذکر کردیم اونا بودن یعنی طی پروسه این بازداشت شروع شد خب ببینید این بازداشت شما در نامه های متعددی که در زندان اوی نوشتین این و در بیرون منتشر شد که حالا تا اونجایی که بشود بهشون اشاره میکنیم به متن این نامه ها در همه جا نوشته اید که این یک پروژه بوده است برای بازداشت کسانی که در واقع منتقد سیاست های احمدی نژاد بودن اه، حالا اه، چقدر در کجا عمدتا متمرکز بر سیاست های هستی بر عابد خارجی دولت احمدی نژاد که البته زیر نظر رهبر انجام می شد خب در نتیجه شما رد کردید همه اتهاماتی رو که علیهتون گفته اند چرا حالا به اتهامات خواهیم پرداخت در ادامه برنامه ولی چرا اصلا گرفتن شما رو این پروژه چه بود داستان چی بود شما و دیگرانو ببینیدیم ببینید این همینطور که ارز کردم یه پروژه بود که ما خب مخالف سیاست های هسته دولت احمد نجات بودیم من و دوستان و همکارانم و یه بحثش این بود یه بحثش هم پرونده سازی برای خدای روحانی بود که نمیخواستن ایشون کاندید ریاست جمهوری بشه همینطوری که اطلاع دارین ایشون در بحث تو انتخابات ریاست جمهوری که شرکت کردند نزدیک پنج نفر اومدن ایشون رد کردن شش نفر به ایشون رای مثبت کردن برای تعیین صلاحیت ایشون یعنی اگه هم بازی آخر آیه رفسنجانی نبود مسلما ایشون هم رد میشدن از تعیین صلاحیت نمیشدن یعنی در واقع باید اینجوری نتیجه گرفت که یک اختلاف یا جنگ قدرت یا اختلاف درون هیئت حاکمه بود که شما رو به عنوان اون اصطلاحی که توی که ناماتون کار بردین قربانیان تیم حسن روحانی باید اطلاق کرد باری ببینید 24 بهمن 90 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست پیراباسی شما به هفت سال زندان محکوم شدید بعد سلواتی هم شما رو محاکمه کرد روند محاکمه چه جوری بود آقای دادخواه و نهایتا حکم چی بود بالاخره این روند بسیار نمایشی بود یعنی چیزی که جالب بود من در شعبه 26 دادگاهی شدم ولی حکمی که به من داد شعبه 15 بود یعنی هیچ یک از این شعبه ها به همدیگه هیچ ارتباطی نداشتن یعنی اومدن در یک چیز نمایشی اومدن برای من یه حکم هفت ساله دو سال تعذیری پنج سال تعلیقی رو صادر کردن یعنی اول پیر عباسی محکمتون کرد ولی حکم نداد بعدا سلواتی حکم داد دقیقا و دقیقا همچین اتفاق افتاد چه اتفاق بسیار جالبی بود و جلسه دادگاه اون وقت به هر حال هر کدوم از این دادگاه یا هر دوتاشون آیا امکان اینو داشتین که دفاع کنین از خودتون بحث بکنین اصلا چقدر طول کشید این دادگاه ببینید اینجور دادگاه امنیتی زیاد نمیشه از خود دفاع کرد یا وکیل گرفت یا نمیدونم یعنی یک کاملا این دادگاه ها نمایشیه اونی که در گردش کار وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه مطرح میکنه میاره قاضی در چارچوب و همین درخواست وزارت اطلاعات تصمیم میگیره تصمیم گیرنده خود قاضی هم نیست خب شما رو وزارت اطلاعات گرفته بود یا اطلاعات سپاه من توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدم ولی خب در عین بازجویی در دو الف اطلاعات سپاه هم بازجویی شدم چندین مرتبه به اونجا هم انتقال پیدا کردم که اونجا اونجا تحت بازجویی هم قرار گرفتم و بعد آقای دادخواه شما با توجه به اینکه در به حال سیستم امنیتی جمهوری اسلامی کار کردین حالا در هر بخشش هم من اشاره کردم در بخش زد جاسوسی وزارت اطلاعات و بعد به عنوان کارشناس امنیتی هم در بعضی مذاکرات بودین آیا اه... کسایی رو که احیانا تو بازجویی ها میمدن سراغتون میشناختین و اونا شما رو میشناختن از قبل با هم کار کرده بودین یا نه ببینید اه... از سال 84 عملا سپاه یک پروژه رو شروع کرد که ما مخالفش بودیم اومد وزارت اطلاعات رو در اون پروژه تضعیف کرد یعنی اومد کارشناس های خبره حرفه رو اخراج کرد و اومد یه سری مدیرایی که اصلا تو این هیته حرفه کافی یا تخصص کافی نداشتن آورد در مقام های بسیار بالای وزارت اطلاعات سمت مدیریت بهشون داد و این دقیقا پروژه بود که سپاه داشت دنبال می ما هم مخالف بودیم من در یکی دو تا از مقاله به اشاره کردم بابت همین مقالات هم, هم دوباره من توسط کارشناس های دو الف یعنی سپاه بازجویی شدم که چرا من اینجور مقالات رو نوشتم یا برای افکار عمومی اینجور مطالب و بیان چیز کردم بحث این بود که من دقیقا وقتی که بازداشت شدم اونجا بیدی هم که میشناختم و یه که جدیدا اومده بودن من همه رو کلا نمیشناختم ولی به یه که در گذشته با هم در جاهای مختلفی بودیم اونا رو میشناختم چرا آیا داد تو دوره بازجویی تو اون یک سال و نیم یک سال و نیم خودش یه عمریه که آدم انفرادی باشه تو اون یک سال و نیم شکنجه شما چگونه بود؟ یعنی روشن شکنجه جسمی کتک این چیزا بود یا نبود و تهدید و هر چیزی ببین ما بگیم که کتک خب کتک در یه مواردی در من دو الف خب اتفاق افتاده ولی خب شکنجه همین که شما تو انفرادی هستین خودش شکنجه است همین که شما چشمان به چشمانتون میزنن خودش شکنجه است همین که چه 24 ساعت چراغ بالای سرتون روشنه این یک شکنجه است اونم در مدت چهارده ماه این شکنجه شما به چی میگین؟ خب من اینو سوال کردم برای اینکه قاعدتا یک شکنجه سفید به اصطلاح داریم که همین هاست که شما میفرمایید یک شکنجه حالا شاید سیاه داریم که کتک زدن تحقیر جسمی و فیزیکی اسیره حالا زندانی یعنی آیا این بخش دوم هم علیه شما بوده است یا نه صد در صد این اتفاقا کمابیش افتاده ببینید همون موقعی که این فشارا رو بگیر و ببندا بذارید من قبل از اینکه اینو ادامه بدم که میخوام برسم به آقای رضا اسکری سرتیپ میخوام یه نکته خواهش میکنم بفرمایید که من سوال کردم ازتون چی میخواستن بازجو ازتون؟ حالا یک سال و نیم انفرادی نگرتون داشتون چی میگفتن؟ چی میخواستن از شما؟ اینا دنبال این بودن که به ما بگن که شما اعتراف کنید که در سیاست های ای که دنبال میکردین اشتباه کردین و خواسته یا نخواسته یه سری اطلاعات رو به غربیات دادین که همچین چیزی اصلا امکان نداشت و ما تمام برنامه‌ای که در این هیته داشتیم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی بود یه چارچوبی ما داشتیم و ما در اون چارچوب هم سیاست رو دنبال می‌کردیم یعنی می گفتن چه... چه, کاری کردین که اشتباه بوده چی اشتباه بوده کدوم سیاست اشتباه بوده شما بیاین اعتراف کنید چه چه کار اشتباهی کردین یعنی توافق با غرب اشتباه بود یعنی دنبال این بودن که ما نباید واقعا توافق میکردیم یعنی همون مثلا فرض کنید نتیجه مذاکرات سعد آباد که منجر شد همیدوستا... به تعلیق غنی بله. مثلا میگفتن بله. اشتباه بله بله, اینو اینا دقیقا می اینا اشتباه بود بله. ببینین اون موقع داشتم اینو عرض میکردم که این فشار رو بگیر و ولی شما و همکاراتون داشت شروع میشد در واقع سرتیپ سپاه علی رضا اسکری معاون وزارت دفاع دولت محمد خاتمی بازداشت شد که البته استفاده داده بود از سمتش یک سال و نیم ایشون هم تو بازداشتگاه های سپاه بود خرداد 85 آزاد میشه بهمن 85 در ترکیه ناپدید میشه بعد توی یک از نامه هاتون از اوین شما نوشتین که در مرداد 93 این نامه رو نوشتین نوشتین مسلس مسلحی رزوی تدیون اعضای ارشد وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد و البته رهبر در سرنوشت این عضو سابق سپاه دخیل هستند او به سبب عدم رعایت مقررات امنیتی توسط وزارت اطلاعات احمدی نژاد در دسترس سرویس های اطلاعاتی بیگانه قرار گرفت واقعیت ماجرا چی های داد خواه؟ ببینید وزارت اطلاعات مسئول در این مورد باید جوابگو باشه وزارت اطلاعات نمیتونه بگه که مثلا یه اتفاقی واسه ایشون افتاده توسط سرویس های فلان کشور این یک سیاست فرار به جلوه وزارت اطلاعات باید در این مورد مسئول باشه و جوابگو باشه و منم تو این چارچوب اومدم این مسئله رو مطرح کردم خب شما نوشتین که سرتیب اسکری به سبب عدم رعایت مقررات امنیتی توسط وزارت اطلاعات احمدی نژاد در دسترس سرویس های اطلاعاتی بیگانه قرار گرفت یعنی دو نکته اینجا است. یکی اینکه در واقع شما میدونید که ایشون در دسترس سرویس های اطلاعاتی بیگانه قرار گرفته لاقل تا اینجای سرنوشت اسکری رو میدونید و دوم اینکه مقررات امنیتی وزارت اطلاعات احمدی نژاد درست رعایت نشده که ایشون در اختیار سرویس های بیگانه قرار ده در اساس سرویس های بیگانه قرار گرفته خب این دو نکته رو اگر میتونین توضیح بدین اگر هم نمیتونین به من بگین پاس من میرم سوال بعدی نه خواهش میکنم من اعتقادم به اینش که اون مقررات امنیتی رو دولت وزارت اطلاعات دولت احمدی نجات رعایت نکرده کدوم مقررات امنیتی؟ اونا که خودشون میگن گم شده اون خب ایشون یه مگه مگه ایشون بچه چه گم بشه ایشون تو ترکیه بود داشتن اه... کار تجاری خودشون انجام میدادن و یه... اه... با بعضی هم دیدار داشتن و وزارت اطلاعات اینو میدونست ایشون اه... خب به یه سری اسناد و یه سری اتفاقایی که در وزارت دفاع افتاده بود کاملا اشراف داشتن و این اه... وزارت اطلاعات بود که باید در هر حیطه ای به ایشون کمک میکرد یا مقرراتی که قرار بود برای امنیت ایشونی ای بشه باید عمل میکرد و اقاض ای میکرد آیا اداد یک سوال مشخص آیا آقای اسکری رو مأموران امنیتی ای ای آمریکا یا اسرائیل هر کدوم دزدیدن در ترکیه بنا به اطلاعاتی که شما دارین یا اینکه ایشون خودش آگاهانه همکاری کرد با اونها و رفت من فکر نمی کنم امنیتی آمریکا یا اسرائیل ایشون رو دوز دیده باشن خب وقتی که ایشون خارج از کشور میاد با توجه به شناختی که از سرویس های اطلاعاتی خارجی داره خب باید یه سری روی مسائل رعایت میکرد من فکر نمی کنم اتفاق برای ایشون افتاده باشه بسیار خوب ببینید یک بازجویی رو من اشاره بکنم من برگردم فقط کوتاه به داستان بازجویی فردی هست به نام حمید رضا اسکر یا اسکری که به اسم مهدوی معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات دوره احمدی نژاد بود عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود در دوره ای که سعید جلیلی سرپرست مذاکرات هسته ای بود توی این عکس اون آقایی که دست راست علی باقری نشسته دست چپ علی باقری نشسته ایشون آیا بازجو شما بود چون در رسانه ها اینجوری مطرح شده است که عسکری بازجو شما بود یا مهدوی تیم مذاکرات هسته ای بله من ایشونو در هم در وزارت اطلاعات در هم در خود اطلاعات سپاه دو سه بار دیدم و مستقیما از شما بازجویی میکرد؟ بله ایشون من چند بار با هم صحبت کردیم تو مورد پرونده خودم ولی در واقع سربازجو بود و او اقدام به شکنجه یا کتک زدن و این چیزا نمیکرد علیه شما نه از ببینید چون دیگه وارد این فاز چه نمیشه و من با تیم های متعددی صحبت کردم هم در دو الف هم در خود اطلاعات ایشون هم یکی از اونا بود که من در اونجا باشون برخورد داشتم بسیار خوب تو نامه های متعددی که از اوین نوشتین به مقامات جمهوری اسلامی در سیزده همین نامه از اوین نوشتین رضوی و تدیون از یاران غار مرتضوی و مسلحی وزارت اطلاعات را به یک بنگاه باجگیری تبدیل کرده بودند که در آن هر باندی می توانست با دادن مقداری پول مخالفان سیاسی و رقبای خود را به زندان افکند بازجوها و کارشناسان بابت دستگیری ها اضافه کار و حق کشف گرفته و حتی برای گرفتن پول بیشتر در روزهای تعطیل رسمی کار بازجویی را انجام می دهند. ببینید یکی اینکه این, این مسلس رضوی تدیون و مسلحی رو که من قبلا هم اشاره کردم اگر ممکنه یه مقدار روشن بکنین رضوی و تدیون کیان خب مسلحی روشنه که دعوایی هم بود بین احمدی نژاد و خامنه ای و سر همین بودن نبودن آقای مسلحی در سمت وزارت اطلاعات و بسیار آقای خامنه ای بهش علاقه داره و تمایل داره و به هر حال هم آیا نمونه هایی دارین در این رابطه که به بنگاه باجگیری تبدیل شده بود، چگونه بود و دو اینکه این مسلس اگه ممکنه توضیح بفرمایید ببینید در وزارت اطلاعات در دوره آقای احمد نجات یه سری باندهایی تشکیل شد که این تحریم ها هم... از این تحریم ها هم کلن از این باندها سو استفاده می کردم در بخش واردات یه سری اجناس یا سرمایه هایی که در ایران می شود. من یکی از نمونه به شما عرض کنم بحث باج بحث باج که صدای من میاد صداتون میاد بله من هم مثل شما دو کار رو با هم دیگه نمیتونم بکنم هم گوشیم در بیاد از گوشم هم, هم حرف بزنم ولی حالا امیدوارم که اون مسئولای تکنیک اونجا بتونن بله بفرمایید گوشه درست کنم خواهش کنم داشتید نمونه این نهاد رو تبدیل کرده بودن به اه یک بنگاه باچگیری یعنی خیلی از سرمایه‌گذاری‌های های خارجی که در ایران بود نمونهش همین طلای کردستان بود مدن طلای کردستان بود که توسط شرکت قزاقی داشت این سرمایه گذاری انجام می شد چه اتفاقایی افتاد یا آقای بهرام اسدی که انحصارا واردات تجهیزات پزشکی که بعد از تحریم کاملا در انحصار ایشون بود کاملا این, این افراد با این بونگا همکاری داشتند یک مثلثی که من در اون مقاله اومدم مطرح کردم تو این چارچوب بود خب تو همین رابطه نوشتی در یک کارخانه 100 میلیارد تومانی در سبزبار که نیروهای یعنی اطلاعاتی سهیم بودند و پول بانک را خرج کرده بودند و پروژه راه نیفتاده بود برای رد گم کردن طرف قرارداد که یک ایرانی مقیم خارج بود را دستگیر کردند و با پرونده سازی برای وی گفتن همکاری وی با سیا عامل اختلال در پروژه بود از کی بود این ایرانی مقیم خارج که این بلا رو سرش آوردن یه بند خدایی بود که ایشون واقعا با نیت با, با نیت اینکه بیاد اشتغالزایی کنه در ایران اول که وقتی که ایشون تشریف بردن برده تشویق دولت هم قرار گرفتن ولی وقتی که این باند خواستن باش شریک باشن در کاراشون ایشون مخالفت کردن که اومدن بهش یه برچسب چسبوندن و گفتن که شما با با خارجی ها همکاری داشته یه تام جاسوسی بشه حتی این بند خدا حاضر شد تمام سرمایه رو در ایران بذاره بعد جون خودش رو نجات بده و الان خارج از کشور یعنی داره کار میکنه ادامه کارش میکنه ایشون الان در خارج از کشورم بله بله ببینیم باز میخوام یه نتیجه بگیرم از اینجا بریم جلوتر یعنی دوره وزارت اطلاعات ببینید زیر نظر آقای مصلحی و بعد اون تیمی که شما فرمودین رضوی و تدیون اینها آیا همچنان اولا اون رضوی و تدیون در وزارت اطلاعات دارن کار میکنن نه خیلی. الان دیگه اینا نیستن در وزارت اطلاعات نیستن چون که اینا از طرف سپاه تحمیل شده بودن به وزارت اطلاعات وقتی هم که از وزارت اطلاعات رفتن یه سری پرونده حساس با خودشون بردن تو وزارت اطلاعات هم نخواستن این پرونده ها باشه یعنی اون یازده روزی که آقای احمدی نژاد به اصطلاح قهر کرده بود و سرپرست وزارت اطلاعات هم خودش بود و وزیر نداشت وزارت اطلاعات و گفتن این سری اسناد برده از وزارت اطلاعات در واقع این تیم بود که این اسناد رو دادن به آقای احمدی نژاد درست عرض میکنن تقریبا بله. با دیپلمات اصلا نمیشه مصاحبه کرد من هرچی میگم شما رو همه چی رو ما تقریبا و تا اونجا که بیشتر جواب کوتاه و ببینید بسیار خوب توی تو یک نامه دیگه رو اجازه بدین من بخونم نوشتی جای تعجب ندارد که آقای رضوی همون مسئول اطلاعاتی و دوستان همفکر او حتی از یافتن مجید فنی ناتوان بودند و اگر دوستش او را لو نمیداد او حالا مثل قاتلان دیگر شهدای هسته‌ای راست راست در خیابان میگشت و سیستم اطلاعاتی را به سخره می گرفت من بذارین تا همین جاشو ازتون بپرسم باز دو نکته اینجا هست که کاملا روشنه خواهش کنم روشنتر از متنتون توضیح بدید آقای دادخواه به این به این معنی است که قاتلان دیگر شهدای هسته‌ای اولا این قاتلا قاتلایی هستند که در ایران این تروریستا در ایران هستند که دارن راست راست را میرن در خیابان میگشت و سیستم اطلاعاتی را به سخره میگرفت آیا این شهدای هسته ای که نوشته اید اینها باز قربانی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی شدند؟ ببینید هیچ یک از عاملین شهدای هسته ای رو نتونستن دستگیر کنن هیچ کدوم از اینا رو کسانی که به عنوان جاسوس دستگیر کردن به عنوان جاسوس اسرائیل یه آدم های بدبختی بودن اونایی که در زندان بودن میدونم من چی دارم میگم به خاطر اینکه رضوی یا وزارت اطلاعات بیاد توجیه کنه بعضی مسائلشو اومد یه پروژه و استارت زد به نام جاسوس سازی که هر کسی رو که یه کوچکترین اشتباهی کرده بود به عنوان جاسوس یا اسرائیل یا آمریکا معرفی کرد دستگیر کرد هیچ یک از قاتلین یا افرادی که در ترور دانشمندان ای شرکت داشتن دستگیر نشدن این بند خدایی هم که دستگیر شده اعدام شد نقش چندانی تو قتل آقای علی محمدی نداشت یعنی مجید فنی رو میفرمایید مجید فشی رو دارم میگم فشی نقش آنچه چون سیستم سیستم بله فشی بله مجید فشی سیستم سیستم که میگه دوستش او رو لو بله. دوستش کی بود داستان چی بود که دوستش بله بود. بله یک بله. م... همکارش بود که متاسفانه فریب خورده بود به خاطر اینکه مطالباتشون رو نمیتونستن از... از تو ترکیه بگیرن حاضر شدم توی برگردن ایران ایشون برگشت ایران اصلا مجید فشی از ایران رفته بود اصلا نمیدونستن این مدیر فشی کسی که تو کنسولگری جمهوری اسلامی رو تو استانبول ایشون دو... لوداد داد دوستش بود که همچین اتفاقی افتاده و اسمش آقای فلانیه ایشون تو... اه... توسط اون دوستش دستگیر نشد نه با مهارت وزارت و اطلاعات دولت احمدی نشد و بعد مجید فشی هم هیچ ربطی به ترورای هستهی نداشت داشت ولی خب ایشون هستن چیزی خاصی رو نمیدونست اون چیزی که بزرگ کردن تو مطبوعات یا براش اومدن برنامه گذاشتن تو سر و همش یه خورده عوام فریبانه بود خب مجید فشی آیا خودش مامور اسرائیل بود در ایران برای ترور دانشمندان هسته یه جمهوری اسلامی؟ بله ایشون که معمور بودم ولی همه چی رو نمیدونستم اون چیزی که صدای سیمای جمهوری اسلامی را مطرح کردن آیا فچی اونی نبودن که اینا ادعا کردن خب آیا می شود نتیجه گرفت که دانشمندان هسته جمهوری اسلامی رو اسرائیل ترور کرده در ایران ببینید بالاخره اسرائیل مخالف سیاست های هسته‌ای و فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود این احتمالا بله هستش که اسرائیل این کارو کرده باشه ولی هیچ وقت اسرائیل نه بگه که من دانشمند هسته ایرانو ترور کردم حفاظت دانشمندان هستی بر عهده خود وزارت اطلاعات باید خود وزارت اطلاعات جوابگوی این چیزا باشه نه اینکه ما بیایم بگیم که آمریکا یا اسرائیل اومده اینا رو ترور کرده جوابگو باید خود وزارت اطلاعات باشه کسی دیگه هم نمیتونه ادعا کنه که آمریکا یا اسرائیل اومده این دانشمندان رو ترور کرده هیچ سند یا مستندی هم تو این زمینه وجود نداره که همچین ادعایی ثابت بشه خب ببینید آقای دادخواه خب به نظر میاد که به هر حال یه مقدار بیشتر این قضیه رو دنبال کردید لاقل شما بحثایی بود قطعا اطلاع دارید در جزئیات هنوز هست که دست کم بعضی از این دانشمندان هسته ای رو به دلیل اینکه اختلافایی داشتن حالا یا با فرماندهی سپاه یا با بر حال بخشی که کار میکردن یا با وزارت دفاع خود سیستم ترور میکنه اینا رو این چقدر قابل اتکاست من اعتقاد به این ندارم که خود سیستم بیاد این کارو بکنه دلیل نداره این سیستم بیاد دانشمندان هسته خودشو ترور کنه نه این تحلیل نادرست است من اعتقاد به این ندارم ولی خب سهلنکاریش صورت میگیره ولی مستقیما خود سیستم وارد حذف فیزیکی این دانشمندان بشه همچین چیزی واقعیت نداره بسیار خوب ببینید در ادامه اون مطلبی که نوشتید نوشتید خطاب به آقای رضوی همون مسئول اطلاعاتی نوشتید زمانی که نیروهای دست شما جذب سرویس های بیگانه شده اند ولی برای جلوگیری از آبروریزی آنها را محاکمه نمی کنید. دیگر هنای دستگیری فعالان سیاسی به اتهام همکاری با دول متخاصم و جاسوسی رنگی ندارد زمانی که مقامات ارشد دولت سریترین اطلاعات را به خارجی ها میدادند شما مشغول پروندهسازی برای فعالان سیاسی و رقبای سیاسی خود بودید این نیروهای زیر دست آقای رضوی که جذب سرویس های بیگانه شدن کیا هستند چه کسانی بودن یا هستن آقای دادخواه و این مقامات ارشد دولت که سری ترین اطلاعات رو به خارج ها میدادن اینا کی بودن ببینید من به همین چیز دارم هم اشاره می کنم یعنی وقتی که من یه سهل انکاری از طرف وزارت اطلاعات صورت گرفته برای ترور دانشمندان ای، اینه منظورم همینه یعنی ما تورهای حفاظتی رو نزدیکترین اشخاصی که با آقای رضوی بودن اومدن گذاشتن در اختیار سرویس های اطلاعاتی خارجی و ایشون به خاطر اینکه این, این آبروریزی رو جمع کنن اومدن یه سری پروژه های استارت زدن بحث امیر حکمتی رو یا چیزای دیگه که بتونه عملکرد عمل کرده وزارت اطلاعات رو در افکار عمومی توجیه کنه و اونای... عوام اونایی که اطلاعات دادن به سفیر های خارجی یا همچنان سرکار کار هن دارن کار میکنن در وزارت اطلاعات سر هم نباشه ولی کسی اونا رو ندید و محاکم هم نشدن و آیا خود وزارت اطلاعات در مجموع یعنی آقای مثلا هیدر مصلحی اطلاع داشت از این موجه یعنی اطلاع پیدا کرد مثل آقای رزبی مثلا خود مصلحی خب خود مصلحی شما میدونید سابقه ایشون, ایشون از اوقاف اومده یعنی آقای مصلحی تخصص کافی در سیستم امنیتی رو نداره ایشون عالی ترین مقامی که داشته رئیس اوقاف بوده خب نتیجه آیا میدونین میخوام این نتیجه رو بگیرم من به شخص مسلحی یا شخص این اون منظورم این است که وقتی که وزارت اطلاعات که شما می‌فرمایید دست مسلس مسلحی تدین و رضوی بود و نزدیکترین کسان به رضوی اطلاعات در اختیار در واقع جاسوس بودن و جاسوس علیه مملکت خودشون و جمهوری اسلامی بودن اینجوری که شما در نامهاتون نوشتید اطلاعات میدادن بله. و خب قاعدتاً باید اینا رو میگرفتن محاکمه می خب بالاترین فرد وزارت اطلاعات وزیره معاونش نزدیکانش این کار رو کردن آیا خود وزارت حالا از مسلحی گرفته تا بقیهشون ایجهی بعدن شد و اینها آیا خود وزارت خونه وزارت اطلاعات اط... بعدن اطلاع پیدا کرد لاقل که این افراد اطلاعات طبق بندی شده رو دادن به سیستم های جاسوسی کشورهای بیگانه خب قایدادن مدیره ارشد اطلاعات این موضوع رو کاملا میدونستن ولی اطلاعات تبدیل به یک چون به خاطر اینکه وزارت اطلاعات تبدیل به یک نهاد سیاسی شده بود یعنی از هیته تخصصی خودش خارج شده بود دقیقا شده بود یه نهاد یعنی سیاسی یعنی با بازی و خب افراد باندش با اینا این... عمل بله دقیقا به خاطر اینکه این که برای خودشون آبروریزی نشه تلاش کردن که این افراد رو معرفی نکنن خیلی محترمانه یا بازخرید کنن یا بازنشسته کنن از سیستم دور کنن دو فکر کردم به این افراد این بود آقای دادخواه آیا اینها یعنی آنچه که قطعا پرسش بزرگ بینندگان در این زمینه میتونه باشه این است که این افرادی که شما میفرمایید آیا اینا الان توی وزارت اطلاعات دارن کار میکنن یا در, یا سیستم من نمیدونم ولی در اطلاعات سپاه یا در مثلا فلان مرکز تحقیقاتی به اسم مرکز پژوهشی فلان اینا آیا اینا دارن کار میکنن یا اینها کاملا کنار گذاشته شدن تا اونجایی که من اطلاع دارم وزارت دولت 11 هم اجازه نمیده که همچین افرادی رو در نهادهای امنیتی ازشون استفاده بشه خب آیا قدرت اینو داره با توجه به اینکه اونها به هر حال یه جورایی به بیت رهبری هم وصل بودن آیا قدرت اینو داره دولت داشته و داره دولت یازدهم که اینا رو کاملا پاکسازی بکنه خب ببین نات های امنیتی یه چیزی بسیار پیچیده ایه. ما نمیتونیم بگیم که در از یکی دو سال تمام اینا پاکسازی بشه قایتادن یه سرشون هستن ولی اون اختیارات قبلی رو ندارن ببینید اجازه بدید من موضوع رو عوض بکنم در یکی از نامهاتون که حسین شریعت مداری قبلش آمده بود در کیهان علیه شما مطلب نوشته بود در پاسخ به او نوشتید که موقعی که زندان بودین از باند اطلاعاتی و جوره پیوند اینا با حسین شریعت مداری نوشتین و نوشتید که دقیق میخونم خدمتون نوشتید معاون جناب مصلحی به جرم فساد مالی دستگیر شده است بعد تو نامه به خامنه ای هم نوشتید که دوست عزیز حسین شریعت مداری در ملاقات یک ساعته با ویلیام برنز معاون وقت وزارت خارجه آمریکا در ژنو شیفته و شیدا قول انتقال سوخت غنی شده به خارج را داد و آن را بار کامیون کرد اینا یه نفرن آقای یک فرد واحد آقای دادخواه یعنی منظورم این است که معاون جناب مصلحی که به جرم فساد مالی دستگیر شد و این فردی که میفرمایید که با ویلیام برنز ملاقات یک ساعته داشت و شیفته و شیدا قول انتقال سوخت اقنی شده به خارج رو داده و اون رو بار کامیون کرد خواهش آه... ببینید همینجور که اطلاع دارین سال 88 بعد از کنفرانس مطبوعاتی آقای اوباما که منجر به لو رفتن فوردو در ایران شد مذاکراتی که آمریکایی در سوئیس دنبال کردم با خدای جلیلی یه سری افراد کارشناس وزارت اطلاعات هم اونجا حضور داشتن من منظورم اون کارشناسایی بودن که از طرف وزارت اطلاعات با خدای ویلیام بنز دیدار داشتن خب بعد اون وقت اون ماجرای قول انتقال سوخت غنی شده به خارج را داد و اون را بار کامیون کرد منظورتون مشخصا این است که انجام شد چون این چیزی ببین منظور من اونجا این بود که بعد از اون مذاکرات بود که اومدن کشور برزیل ترکیه در بیانیه تهران اومدن اون توافق امضا کردن که یه سری سوخت غنی شده ایران خارج به خارج از کشور انتقال پیدا کنه خب بعد شما مخالف این قطعا نیستید چون به هر حال در توافق با غرب داشت پیش من این قصر. من قطعا مخالف ایش... ایشون نمیدم بحثی که اینجا بود اه... کاری که الان دولت یازدهم داره انجام میده دوست داشتن اون موقع هم همین اتفاق بیفته ولی شرایط نظام بین اون موقع یه خود فرق میکرد چه همچین اتفاقی نیفتاد حالا که مسئله من اینه که وقتی که اون موقع حاضر بودن همچین اتفاقی بیفته چرا حالا مخالف این سیاست های هسته آقای روحانی هستن بعد اون دوست عزیز حسین شریعت مداری کی بود آقای دادخوا که با ویلیام برز دیدارگ. خب این من اینجا نمیتونم مطرح کنم که کی بود. که تقریبا در جریان مذاکرات بودن میدونن که خود آیه جلیلی که با ویلیام دیدار داشت نزدیک به یک ساعت در کنار آیه جلیلی ایشون هم بودن بله و متاسفانه من نمیتونم اینجا مطرح کنم این چیزو ولی از مسئولان اطلاعاتی بود نه بله از مسئولان وزارت مسئولان وزارت اطلاعات بود. اون تخلفاتی که میگین برخی افراد با به بیت رهبری در خارج از کشور داشتن که اسنادش رو نوشتید در نامتون به وزارت اطلاعات دولت روحانی ارائه کردین اونا یا مربوط به این قضیه است یا تخلفات دیگه است اونا داستانش چه چه تخلفاتیه ببینید اه... یه سری نهادهای غیر مسئول در حوزه سیاست خارجی امنیت ملی دخالت میکنن و یه سری موازی این نهادها یه سری اقداماتی رو در خارج از کشور انجام میدن که برخلاف قانون برخلاف عرف که یه سری تخلفاتی تو این چارچوب اینا انجام دادن که اسنادی که در دست من بود من این اسناد رو به دولت یازده منتقل کردم و همون تیم بودن یا اینکه این افرادی که میگین وابسته به بیت رهبری بودن و تخلفات به دولت روحانی آیا همون تیمی بودن یه سری افرادی که بله یه سری افرادی که وابسته به بیت رهبری بودن تخلفاتی در خارج از کشور انجام دادن که من این اسناد رو به خود دولت منتقل کردم که پیگیر این قضیه هست دولت خودش و این تخلفات مالی بود یا تخلفات امنیتی اطلاعاتی در واقع بود هم تخلفات امنیتی بود هم تخلفات مالی بسیار خب... یعنی یعنی سهلنکاری امنیتی بود حالا آقای دادخواه اسماشون رو قطعا نمیتونین بگین به دلیل اینکه شما گزارش دادین و اونا هم پیگیر قضیه هستن همینطور که میفرمایید بله دارم پیگیری میکنم من دلیل نداره که ولی میتونین بگین, بگین که چند نفر هستن اینایی که تخلفاتشون رو گزارش کردین به دولت های روحانی چهار پنج نفر هستن که اینا تخلفاتشون رو گزارش کردیم از مسئولانه در واقع بیت بله از مسئولانش بله ببینید در نامه به آقای خامنه ای که نامه مفصل و بسیار مهم است البته نوشتید از دیگر موارد که به عنوان اتهام علیه بنده به کار رفته از زندان اوین نوشتید دیدار با وزیر صنایع رژیم اشغالگر می باشد که مربوط به زمانی است که در مییت هیئت ترکیه ای بودم این ملاقات در سال 2010 با هماهنگی و دستور وزارت اطلاعات انجام شد ارتباط بنده با سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و سفرهای من به سرزمین اشغالی به دستور و درخواست معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بوده و در راستای عملیات بهرام که از سوی این معاونت طراحی شده بود شش سال پیش ملاقات با وزیر صنایع اسرائیل و بسا مقامات دیگر اسرائیلی شما داشتین های دادخواه بر اساس این عملیات بهرام که میفرمایید اولین سوال این است که شما با هویت حقیقی با اونا ملاقات می‌کردین؟ نخه نخه و میگین در معییت هیئت ترکیه بودم یعنی به عنوان یک دیپلمات ترک باشون ملاقات میکردین نه موضوع ببینید من کلی به این سوال شما جواب ما ببینید ما حد دیپلماسی نداریم سطح دیپلماسی داریم سطح دیپلماسی هم در برگیرنده تمام کشورهای نظام بین الملله. ما در گذشته در جنگ خود ایران و عراق ما چندین بار در حین جنگ با خود عراقی مذاکره داشتیم در ز... دهه 60 70 ما با خیلی از کشورها از جمله آمریکا مسئولین مختلف اومدن مذاکره کردن مذاکرات بر اساس واقعیت های بین الملل. یعنی سیاست خارجی هر کشور بر اساس واقعیت های بین الملل عمل میکنه یا شورای امنیت ملی هر, هر کشور خب اسرائیل هم یه واقعیت بین المللیه. ما در چارچوب منافع ملیمون در, در چارچوب امنیت ملیمون یه سری دیدارها رو داشتیم بایدان قبلا هم این اتفاق افتاده بعد در برد منم این چیز سرق نمی کنه قبلا مسئولین مختلف از این دیدارها داشتن فقط من نبودم ولی حالا به اسم مشخص نبوده ولی دیدار در واقع به نمایندگی از به حال سیستم حکومتی با مثلا فلان وزیر اسرائیل منظورم اینه که هم ایران هم اسرائیل میدونستان که مسئله پنهان نبوده که دارن مذاکره میکنن با هم دیگه درباره فلان موضوع امکان نداره که نداره ما خب سرخورد که نمیتونیم هیچ جای دنیاش سرخورد که نمیتونه یک شخصی بلند بیاد توی یک کشوری با یک مقام عالی رتبه یک کشور دیدار داشته باشه اصلا همچین پروتکلی ما نداریم در دنیا و تمام هر, هر چیزی اتفاق میفت و تمام سفرهایی که داشتین در همه در چارچوب همون عملیات بهرام بوده است که همین ارتباط با اسرائیل در واقع اسمش شده بود عملیات بهرام حالا با هر هدفی درست عرض کنم؟ خب اون عملیات بهرام به دهه 90 برمیگرده ربطی به این موضوع نداره این بحث پس چه بهرام برمیگرده خب خودتون آخه تو نامه نوشتین نوشتین که نوشتین به دستور خب درخواست اونش. معاونت زد جاسوسی وزارت اطلاعات بوده سفرهای من و ارتباط با سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و در راستای عملیات بهرام که از سوی این معاونت طراحی شده بود بله این خب اینجا یه خورده فکر کنم یه برداشت بدی بحث بهرام مربوط به دهه 90 میشه یعنی از تا 2000 بحث دیدار من با وزیر صنایع اسرائیل در سال 2010 بود بعد از یعنی ادامه اون عملیات بهرامه که میفرمایید اون اصلا این دو تا قضیه ربطی به همدیگه دیگه ندارن بسیار خوب تو متن قاطی شده بله تو متن قاطی شده بعد عملیات رو به طور کلی نمیتونین بگین ببینید هر کشوری به خاطر امنیت ملی خودش یه اقداماتی رو در خارج از کشور انجام میده خود آمریکا خود هر یا اسرائیل یا هر کشوری دیگه یه چیز معمولی طبیعیه که به خاطر امنیت ملی خودش یه سری اقداماتی رو انجام بده این بحث بهرام پروژه بهرام هم در این راستا بوده آقای دادخواه ببینید من بزنید یه سوالی که در پیمان با اسرائیل هم بکنم ازتون بعد بخوام نتیجه گیری رو باهاتون در واقع چک بکنم در همون نامه نوشتین نامه به خامنه ای نوشتید همچنین ارتباط بنده با ملکه زیبایی منتخب سال 98 اسرائیل 1998 اسرائیل و سپس جهان که در پرونده اتهامی علیه بنده مطرح گردیده صرفا و صرفا در حد یک دوستی و آشنایی کاری بوده و با توجه به فضای کاری بنده در آن زمان امری عادی تلقی می شده است یکی اینکه شما به عنوان ترین دیپلمات و معمور امنیتی جمهوری اسلامی تو رسانه ها مطرح این و هیچ بله امری عادی است تعجب نمی شود کرد که چجوری با ملکه زیبای اسرائیل و جهان دوست شدین ولی سوال این است که اسرائیل چه کمکی به چه این ملکه زیبای اسرائیل چه کمکی به ماموریت شما میتونست بکنه ببینید بحثی که اونجا مطرح شد متاسفانه با وزارت اطلاعات به جایی که به مسائل حرفه‌ای به بپردازم میان مسائل شخصی متهم و کنکاش میکنن این بند خدایی که شما دارین اسمی ازش میبرین اصلا این درستش یهودیه در اصل ایتالیایی اصل یکی از یعنی از خانواده فیات ایتالیاست که من تو اون زمان تو ایتالیا بودم دانشجو بودم یک دوستی خانوادگی ما داشتیم یعنی ارتباط خاصی بین ما نبوده که اینا یه خورده بزرگش کردم منم تو این نام مطرح کردم که این همچین اتهامی بر علیه من اینا دارم مطرح میکنن هم هم که در یک آشنایی عادی و معمولی بوده که خانوادگی چیزی خاصی تو این چارچوب اتفاق نیفتاده یعنی به هر حال دوستیتون با ایشون مربوط به مذاکرات با مقامات اسرائیل یا اصلا ارتباط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با... سازمان اطلاعاتی اسرائیلی ها هیچ کدومی دخلی نداشته به این رابطه شخصی ببینید شاید ایشون مثلا اونجا... به من کمک کرده ولی خب هیچ ربطی به این موضوعات نداشته خب به عنوان یه دوست یه سری راهنمایی رو به من کرده در اسرائیل ولی خب کار خاصی برای من انجام نداده بود خب ببینید آقای داد خب موضوعات زیادی مونده که من اول اجازه بدین که ازتون همینجا جلو چشم مردم اه ازتون اه وقت بگیرم و توافقتون رو بگیرم برای هفته آینده که ادامه بدیم این صحبت رو در چنین وقتی شما این آمادگی رو دارین که اینو ادامه بدیم این صحبت بسیار خوب درود شما و بعد این نتیجه رو بگیرم توی این یه دقیقه فرصت که داریم که ببینید در آنچه که شما انجام دادید در پیوند با آمریکا و اسرائیل که حالا در پیوند با مذاکرات عراق و مذاکرات سوئیس ژنو اینها که حضور داشتین در هر دو تاش اینا رو در هفته آینده صحبت خواهیم کرد ولی به طور کلی میخوام این رو بگیرم در پیوند با مذاکره با مقامات مسئولان دولت آمریکا در هر سطحی و مسئولان دولت اسرائیل در هر سطحی شما به عنوان مأمور و در واقع مسئول مستقیم نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که این کارها رو انجام دادید و این مذاکرات رو انجام دادید و تمام سفراتون هم با اطلاع اونها با تایید اونها و با تصمیم در واقع خود نظام بوده و گزارش هم به همون نظام و مسئولین خودتون دادین درست عرض میکنم؟ بله درود بر شما دقیقا درست شب روزتون به خیر تا هفته آینده های دکتر شاهین دادخواه دیپلمات سابقه جمهوری اسلامی و عضو تیم مذاکرات هسته ای در دوره های روحانی خب بریم پرده آخر یکی از دانشمندان آلمانی آقای بنز که این مرسدس بنز به نام ایشان هست ایشان میگوید از امام صادق علیه السلام پون رساله به لاتین و زبانهای اروپایی ترجمه شده من از این کتاب ها چهار صد رساله را به دست آوردم و خوندم اما صد رساله دیگر به دست من نرسید اگر اون صد رساله دیگر را به دست می آوردم دیگر نیازی نمی دیدم که برم کتابخانه و کتاب دیگری را بخوانم ولی چون اون صد عنوان دیگر به دستم نرسیده برای جبران آن خودم را شب و روز به زحمت میاندازم در کتابخانه ها میچرخم بلکه بتوانم جای خالی اون صد را پر کنم خداوند ان همه ما را آدم کن <applause> شب روزگار خوش